درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. روزهای چهارشنبه به وقت لس آنجلس ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در مردم تیوی در خدمت شما عزیزان هستم. از آغاز کار از آقای پارسا سربی در اتاق فرمان در واشنگتن سپاسگزاری میکنم که این برنامه رو از طریق اسلیم باکس از سوستون تگزاس میگیرن و مستقیم میزنن روی اینترنت که همه جا قابل استفاده باشه. بازم ازشون سپاسگزارم که این برنامه رو تکرار میکنن، در ویکند تکرار میکنن و در یوتیوب و در به اصطلاح فضاهای مجازی قرار میدن که هر کی علاقمند باشه از این برنامه استفاده کنه. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 29 اردیبهشت 2575 هخامنشی است و برابر است با روز 18 می 2016. ببینید، در آغاز من میخوام برنامه من راجع به استعمار و روش‌های استعمار از آغاز تاریخ تا به امروز صحبت کنم. البته یه فهرستمار میگم بعد توضیح میدم، ولی قبل از برنامه میخوام ببینم که این آقای خامنه ای به چه حقی در ایران اومدن اونجا نشستن، اونجا کی ایشون انتخاب کرده؟ آقای خامنه ای، دوستان آقای خامنه ای، به من بگید یه دلیل بیارید، من اصلا خفه میشم دیگه حرف نمیزنم. آقای خمینی وقتی که مرد یه نامه ای آورد گذاشت، گفت اگر من مردم هر کس از قول من هر چی گفت دروغه، من یعنی که من نوشته باشم امضا کرده باشم. تکرار میکنم، آقای خمینی گفت اگه من مردم هر کی از قول من هر چیزی گفت دروغه، من یعنی که من نوشته باشم امضا کرده باشم. آقای خمینی در مورد شما چیزی نوشته بود ایشون امضا کرده بود؟ ننوشته بود که. پس شما دروغی گفتید من جانشین نشم. شما هیچ شایستگی یا حقانیتی برای این کار ندارید، چون نه کسی شما را انتخاب کرده، نه مردم به شما رأی دادن، نه هیچی. ببینید، ما درسته که مثلا من به شخصا با هر نوع رژیم اسلامی مخالفم، اصلا با اسلام مخالفم، اصلا معتقدم که آقای محمد اصلا از جانب خدا نبود. نه اینکه آقای محمد نبود، هیچ کدوم از پیغمبرها از جانب خدا نبودن، همه یه آدمای خوبی بودن، میخواستن مردم رو هدایت کنن، یا رویایی شدن، فکر کردن که چیدن، یا شیاد بودن، از این ستا بیرون نیست. ولی آقای خمینی یک حقانیتی داشت، این که مردم اومدن تو خیابون، من خودم شاهد بودم دیگه، از میدون فوزیه تا میدون شیاد تمام خیابان‌های اصلی و فرعی پر آدم بود. اون موقع میگفتن 1 میلیون آدم اومده. من الان فکر میکنم که بیشتر اومده بود، برای که در انتخابات 88 که رأی من چی شد، مردم اومدن تو خیابون، شهردار تهران گفت 3 میلیون. گفت من حساب کردم که وقتی این جماعت با اون فشردگی وای میستن تو هر متر مربع چند تا جا میگیرن و این مساحتی که جمعیت اشغال کرده چقدره، و حساب کردم 3 میلیونه. خب به هر حال، حالا 1 میلیون 3 میلیون مسئله نیست. اون عده‌ای که اومدن تو خیابون گفتن ما سرباز تویم خمینی، اونا به آقای خمینی رأی دادن. بعدم آقای خمینی گفت انتخابات جمهوری اسلامی آری یا نه بیایید بگید، خب اکثریت رأی دادن. من و خانواده‌ام هیچ کدوم رأی ندادیم. گفتن آقا بهتون پاسپورت نمیدن، حقوقاتون قطع میشه، کوپونی میشه بهتون، کوپون نمیدن، همه اینا رو ما پیرشو به قول معروف به تنمون مالیدیم. نه من و نه خانومم و نه هیچ کدوم از بچه‌هامون رأی ندادن، ولی اکثریت آوردن. آقای خامنه‌ای اون رأی آورد، آقای خامنه‌ای رأی مردم رو آورد، انتخاب شد. البته مردم فهمیدن گول خوردن، ولی بالاخره گول خوردن که رأی دادن دیگه. گول خوردن هم حق ملته، هر ملتی حق داره گولم بخوره. مگه ملت آلمان گول نخوردن به هیتلر رأی دادن؟ مگه ملت شوروی گول نخوردن به لنین و استالین رأی دادن؟ پس مردم حق دارن که گول بخورن رأی بدن. مگه در مصر مردم گول نخوردن رفتن به آقای محمد مرسی رأی دادن؟ از این اتفاقات یاد میفته، ولی رأی دادن مردم. آقای خامنه‌ای، مردم رأی دادن. به شما کی رأی داد؟ تکرار میکنم آقای خامنه‌ای، اینو جواب بدید.
اون آقایونی که توی ایران توی امریکا نشستن و توی حافظ منافعن به من یه زنگ بزنن بگن اگه من یه چیز اشتباه میکنم من از اشتباه در بیارید. من نه فوش میدم، نه بدی میگم، نه دشمنی دارم، نه خواهان مرگ کسی هستم، نه هیچی. من طرفدار اون حرف آقای رضا پهلوی هستم. باز نگید این طرفدار شاه، نه، میگم طرفدار اون حرف آقای رضا پهلوی، نه خود آقای رضا پهلوی، طرفدار اون حرف آقای رضا پهلوی که اومد در هوستون، همین شهری که من هستم، اومد در همین هتل کراون پلازا که صاحبش یک ایرانی بسیار خیر، اتفاقا زردوشکی، در این در هر جلسه هر اتفاقی بیفته جای مجانی در اختیار میذاره و حتی پذیرایی میکنه، آدم میذاره، صندلی میچینه، صندلی جمع میکنه، همه هزینه داره، پول نمیگیره. نه اینکه برای آقای رضا پهلوی، بلکه هر کسی که سخنرانی داره یا کتاب امضا کردن کتاب داره یا نمیدونم جشن مهرگانه یا جشن صد است یا هر چی هست، اونجا این کاری میکنه. آقای شاهزاده رضا پهلوی اومدن گفتن من طرفدار اینم که عفو عمومی، آشتی ملی، بخشش همه دستاندارکاران، حتی روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی. خب من طرفدار اینم، من قصد جان و این که تحریک کنم نه، من میگم این آقایون روحانیون که در کار هستن اینا باید برن کنار. من همیشه میگم در آلمان وقتی که هیتلر سقوط کرد، در اون دادگاهی که تشکیل دادن، در اون دادگاه تعداد اونایی که محاکمه میشدن به 20 نفر نمیرسید و اونایی که محکوم به مرگ شدن 4-5 نفر بیشتر نبودن. ما چون همه چیزمون غلطه، باور کنید که همه چیزمون غلطه، همه چیزمون غلطه، اگه غلط نبود که اینجوری نبودیم. چون همه چیزمون غلطه منتظریم که یه اختیار دستمون بیفته تمام آخوندها رو به درختای خیابون آویزون کنیم. اما نمیم که این چه وحشیگریست که تو خوی ما نشسته. مگه ما چی کاره؟ مگه ما قاضیم، دادستانیم، مأمور اجرای حکمیم؟ باید نیروی قضایی در این مورد تصمیم بگیره. هر کس که رژیم عوض بشه، هر کسی بچهش کشته شده، شوهرش کشته شده، میره شکایت میکنه میگه این شخص بی خودی دستور کشتن بچه من داد، اون دادگاه میخوان اونو محاکمه میکنن، اگر مقصر باشه مجازات میکنن. من چیکار میکنم مثلا؟ ولی آقای خامنه‌ای شما هیچ رأی نیوردی، شما یک توطئه کردی، شما و آقای رفسنجانی و احمد آقا پسر آقای خامنه‌ای. آقای رفسنجانی بدون که هیچ شاهدی داشته باشه، بدون که مدرکی داشته باشه، اومد که گفت یه روز من به آقای خامنه‌ای گفتم اگر شما از دنیا برید کسی جای شما نیست ما بذاریم، گفته این خامنه‌ای هست. همین سبب شد که با یک دروغ، با یک شهادت دروغ احمد آقا باعث شد که آقای خامنه‌ای بشه ولایت فقیه. آقای ولایت فقیه ببینید، در اسپانیا یک دیکتاتوری بود به نام ژنرال فرانکو. یه روز فهمید که این راهش نیست، صدا کرد آقای خوان کارلوس رو که البته الان پادشاهی رفت کنار، دعوت کرد گفت آقا شما ولیعهد بودی یه زمانی، بیا یه حکومت بگیر. من نمیگم آقای شاهزاده، من میگم همین آقای روحانی رو بگید، آقای خامنه‌ای بگید آقای روحانی تو حکومت رو به دست بگیر بدون ولایت فقیه، تو به رأی مردم اومدی سر کار دیگه، تو بیا سر کار باش تا انتخابات بعدی، تا مردم درباره رژیم و درباره همه چی نظر بدن. شما تشریف ببرید قربان، من واسطه میشم که نیروهای مخالف یه نامه بنویسن، همه امضا کنن که ما از سر تقصیرات آقای خامنه‌ای گذشتیم و قانون ایران حق نداره دیگه ایشون رو تعقیب کنه. چند میلیارد دلار پول برداشته آقای خامنه‌ای؟ 50 میلیارد شده؟ وردار ببر دیگه، ببر. میخوای بری کجا؟ میخوای بری کره جنوبی، نمیدونم سوریه، مصر، نمیدونم افریقای جنوبی، آرژانتین، هر جا میخوای بری برو، ول کن دیگه. ببین نظر مثل آقای معمر قذافی بشی. اما گفتم درباره استعمار میخوام صحبت کنم. با گاهی وقتا مقدمه از اصل قضیه بیشتر میشه، بازم یه مقدمه دیگه بگم. ببینید، یعنی دو تا مقدمه.
شرمنده از روی شما. یه مقدمه اینه که خانم و آقایون، این حرفی که من میزنم جدی میزنم، تعارف و شوخی توش نیست. ما در 1200 سال، یعنی در 1200 سال از تاریخ کشورمون، یا تنها آقای جهان بودیم یا آقای نیمی از جهان بودیم، و این آقای ما، حکومت ما بر نیمی جهان با آقایی بود. ما نه برده گرفتیم، نه آدم رو انداختیم توی جلو شیرا، نه برده ها رو گفتیم همدیگر رو بکشن، نه شهر رو آتیش دادیم تا گریه کنیم اشکامون بیاد جمع کنن. هیچ کدوم این کارها رو ما نکردیم، ولی در 1200 سال آقای دنیا بودیم. اسلام که اومد شدیم تو سریخور دنیا. اگر یه درخششی بود یک زمانی، یک پادشاه اومد مثل کریم خان، عمرش کم بود، دووم نداشت، بعدش هم دیگه تموم شد. اگر یک کسی اومد به مثل رضا شاه پهلوی، تموم شد دیگه، آقای محمد رضا شاه، رضا شاه تموم شد. اگر یک کسی اومد مثل سلسله صفویه که دوام بیشتری آورد، مذهبی بودونم نه ملی، از شیعه و تصوف و از این حرفا، از این توبره آب میخورد، قاب که نه، قضا میخورد. خب حالا ما که ببینید، یه چیزیست که ساده است، معلومه. اگر یک ملتی در 1200 سال آقای نیمی از دنیا بودن، توانایی ندارن که حداقل اکنون یکی از کشورهای بزرگ دنیا باشن. نمیگیم ما بریم آقای دنیا رو بگیریم، نمیگیم بریم ما از مثلا فرض کنیم که از تونس بریم تا مثلا چین رو بکنیم یک امپراتوری فلان، نه، این چیزی دیگه نیست. ولی ما میتونیم یک ابرقدرت دنیا باشیم. برای این کار باید خودمون عوض کنیم. خانم و آقا عزیز من، باید من خودم عوض کنم، تو خودت عوض کنی. شوخی نمی کنم، این جدی به شما میگم، باید خودمون عوض کنیم. عوض کردن نه عیبه نه هیچی. مگر این همه دین در دنیا هست، مگر حتما ما باید شیعه 12 امامی باشیم؟ خب ما میشیم مثلا فرض کنیم که مسیحی پروتستان، ما میشیم بودایی نمیدونم فلان، ما میشیم زردشتی فلان چا. هیچ اجبار. ببینید هر کس که به دنیا میاد، الان این مقدمه، یکی دو تا مقدمه، یکی شمو شده، یکی هر کی که به دنیا میاد در همون لحظه های اول ملیتش معلوم میشه، بدون اینکه خودش مایل باشه، قضاوتی کرده باشه، دخالتی کرده باشه. من ملیتم معلوم شد ایرانی، افتخار میکنم که ایرانیم، ولی من خودم در این ایرانی بودن دخالتی نداشتم. نام من معلوم شد، پرویز مینویی. پدر مادرم دستشون در نکنه، اسم خوبی، فامیلی خوبی بر من گذاشتن، ولی من دخالت نداشتم. دین منم انتخاب میشه، من شدم شیعه 12 امامی. به این یکی دیگه اصلا افتخار نمی کنم، بلکه باعث شرمندگی هم هست. آخه چه جوری میشه آدمای بزرگ، حالا بگیم اسلام درست که درست نیست، ولی چه جوری میشه که مردمان عالق فهمیده با فکر بگن که بچه 5 ساله رفت توی سردابی توی سامره، بعد گفت غیبت صغرا رفتم، بعد گفت غیبت کبرا رفتم. بخونید کتابای این هلی الله منتقین و نمیدونم بارالانوار و اینا رو بخونید. میگه وقتی بیاد توی مثلا اون شهری که میاد، نمیدونم مثل که اول نجف میاد کدوم، اون شهری که میاد انقدر آدم میکشه با اسب بوده، انقدر آدم میکشه که خیابونای شهر خون میاد تا زانوی اسبش خون میگیره. بابا این نیاد که بهتره که. خب پس بنابراین ما در انتخاب ملیتمون، در انتخاب ناممون و فامیلمون و در انتخاب دینمون هیچ دخالتی نداشتیم. اینا خود به خود برای ما چسبید بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم. من میخوام بگم حتی در باورهای سیاسیمون هم همینطوریه. اگه من در یک خانواده پدر به دنیا اومدم، پدرم مصدقیه، عموی من مصدقیه، جبهه ملیه، خب من اتوماتیک طرفدار جبهه ملی میشم و همیشه فکر میکنم هر کی طرفدار جبهه ملی نیست خائنه.
فقط من درستم. اگر توی یه خانواده به دنیا اومدیم که مثلا مثل ملی مذهبی بودن، مثل خانواده بازرگان و وابسته اونا بودن، خب فکر میکنیم که ما باید ملی مذهبی باشیم، یعنی اسلامی باشیم، میهنمون هم دوست داشته باشیم. اینم باورمون میشد و به جبهه ملی ها ایراد میگرفتیم، گفتیم اونا بدن برای که اونا اسلامی نیستن، زیاد تو جلساتشون قرآن نمیخونن. اگر توده‌ای بود پدرمون، عمومون، داییمون، ما هم توده‌ای شده بودیم. من 12-13 سالم بود رفتم پانیرانیست شدم، به خاطر اینکه پسر دایی من، پسر عمم ببخشید، پسر عمم رفته و پانیرانیست شده بود، منم گفت تو هم بیا پرویز این خوبه، خیلی خوبه، بریم اونجا. بعد ما رفتیم اونجا، به ما میگفتن سرور مینوی اینجوری میکنن، ما بچه 13-14 ساله، یه مرد بزرگ به من گفت سرور مینوی، منم گفتم سرور اشکاری، فکر میکنیم مثلا به قول معروف علی آباد هم شهریه. بعد یه نقشه اونجا گذاشته بودن که نقشه مثلا امپراتوری داریوش بود، از نصف افریقا جنوب دریای مدیترانه تا اونور تونس الجزایر، از اونور شمال مدیترانه تا تمام این ترکیه فعلی قفقاز تا بره نیمی از چین نیمی از هند، اینا همه یک کشوری بود اونجا، این سرزمین ماست، ما باید بریم این سرزمین کنیم. خب پانیرانیز فکر خوبی بود، ولی من اینو به میل خودم انتخاب نکرده بودم. به تشویق ببینید خانم آقایون، من براتون اینو بگم، شما اگر توده‌ای باشی، اول تو خانواده به تشویق پدر، عمو، دایی، نمیدونم پسر عمو، نمیدونم اینا توده‌ای شدید، بعد که توده‌ای شدید دلیل میاد جمع میکنید، اول دلیل جمع نمی کنید، اول دلیل نداره اصلا چرا توده‌ای شدی، بعد که توده‌ای شدی میری دلیل جمع می کنی، به این دلیل اگر طرفدار مصدق شدی به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. الان شما اینجا طرفدار مصدق، من میدونم، این حدس میزنم، آماری که ندارم، که فکر میکنم بینندگان مردم تیوی بیشترشون چپ مایل به جبهه ملی هن، اینجوری من حدس میزنم. حالا اگر من بگم آقا خانم عزیز من، آقای مصدق بی قانونی کرد، فرمان درست حسابی قانونی شاه رو خوند، زیرش نوشت فرمان مبارک همایونی یا دستخط مبارک همایونی در ساعت فلان دریافت شد، دکتر محمد مصدق، دیگه ننوشت من نخست وزیر ایرانم، رسیدش هست خانم آقایون، کلیشه شده تو کتابا چاپ شده، من دارم اگه بخواید این، اگه این مشکل دوام میکنه من میرم 3 ساعت میگردم توی کتابی که دارم این نوشته رو پیدا میکنم، که رسید آقای مصدقه که نوشته فرمان همایونی یا دستخط مبارک، هم چه لغتی نزدیک به مضمون میگه دیگه، اینش یادم نیست، فهم در ساعت 2 بامداد روز 25 مرداد 1332 به این جانب رسید، بعد امضا کردی که دکتر مصدق. خب چرا من میگم امضای شاه قانونی بود؟ برای که آقای دکتر مصدق مجلس عزل منحل کرده بود و قانون که قانون اساسی ایران و متمم خصوص قانون اساسی و خصوص متممی که در سال 1327 وقتی شاتیر خورد یک متمم دیگه به قانون اضافه کردن که کل اختیارات به شاه میداد، شاه در هر لحظه طبق قانون میتونست همه وزیرا و نخست وزیر و هر دو مجلس رو به اصطلاح منحل کنه، این اختیار داشت، ولی شاه هیچ وقت از این اختیار استفاده نکرد، طبق سنت عمل کرد. من براتون یه مثال دارم، در امریکا هیچ قانونی نیست که رئیس جمهور 2 دوره بیشتر نمیتونه رئیس جمهور بشه، در اینا قانونه، در امریکا این قانون نیست، کما اینکه یکی از روزولت ها، آخه 2 تا مسکر رئیس جمهور روزولت در امریکا بوده، یکی از اینا 3 دوره رئیس جمهور بوده، ولی سنت امریکا میگه 2 دوره بیشتر نشو. قانون در ایران اجازه میداد که به شاه هر لحظه بخواد نخست وزیر رو عزل کنه، ولی سنت بهش اجازه نمیداد، سنت میگفت تا مجلس هست اختیار نخست وزیر دست مجلسه، وقتی مجلس رفت اختیار نخست وزیر دست شاهه. پس شاه از اختیارش اضافه کرد، استفاده کرد
نخست وزیر عزل کرد. آقای نخست وزیر اول گفت بیان از رادیو بیان و بیان من مصاحبه کنم فلان کنم، بعد نوشت از خط فلان اینا، بعد عوض کرد، بعد گفت یه گودتای شده بود فلان شد. خب اینجا بیقانونی کرد آقای دکتر مصدق. حالا شما میگید چی؟ میگید من خودم رو از دیوار آویزون کنم چون که اینو حرف رو میزنم؟ البته آقای دکتر مصدق هیچ وقت طرفدار حزب توده نبود. آقای دکتر مصدق یه مرد ایران دوستی بود و همه هدفش این بود که ایران و مردم ایران پیشرفت کنند. وقتی فهمید که اشتباه کرده، پسر برادرش که اسمش سرتیپ حسین دفتری بود کرد رئیس شهربانی کل کشور و همه میدونستن که این پسر خواهرش. گفتم اگه برادرش اشتباه میکنم، گفتم پسر خواهر دکتر مصدق دفتری دیگه، دفتری و خانواده های متین دفتری بودن، این همه طرفدار شاه بودن. این مصدق میدونست که این بچه خواهرش، پسر خواهرش به شدت طرفدار شاه و گذاشت فرمانده شهربانی. از همون لحظه پاسوبونا فهمیدن اینی که فرمانده شده، اینی که طرفدار شاهه که پس فریاد. یکی گفت زنده باد شاه، اون یکی دیگه گفت اونم گفت زنده باد شاه، اون یکی گفت زنده باد. همه فریاد دادن. آقای کاشانی یه سری مردم بسیج کرد، آقای بروجردی بازاریا بهش تلگراف کردن و اون تلگراف به اصطلاح اثر کرد، بازاریا رفتن. بسیاری مردم تو خیابونا جمع شدن و خواستار برکناری آقای دکتر مصدق شدن. حالا بگذاریم، من گفتم میخوام درباره استعمار صحبت کنم. ببینید استعمار یک لغتی هست که یک معنی میده، یک مفهومی داره که مفهومش با لغتش کاملا برعکسه. میدونی مثل این که میگن نام زنگی نه کافور، زنگی یعنی سیاه، کافور یعنی سفید. به غلام زنگی ها بعضی ها اسم میذاشن کافور، بعضی ها اسم میذاشن مروارید. خب مروارید سفید، این سیاهه. در اینجور نامگذاری ها بود، مثلا توی امامزاده و وسط را یه زنگی بود، یه سنگ عظیم بود، مثلا بنزه یه دونه فرض کنیم که مینیبوس بود، بهش میگفتن سنگ مسخال. حالا این البته اونا همینطور به شوخی بود، ولی این به جدیه. استعمار لغتش یعنی طلب امارت، امارت یعنی آبادانی، یعنی آبادسازی، یعنی طلب امارت. یعنی من بریتانیا اومدم عراق رو گرفتم، میخوام استعمار کنم، یعنی اینجا رو آباد کنم. این ظاهر قضیه بود. باطن قضیه استعمار مفهومش اینه که اموال یک ملت و یک کشور رو از خود کردن. مفهوم استعمار اینه که اموال و دارایی یک کشور رو از خود کردن. یعنی انگلیس میاد اموال عراق رو از خود میکنه، یعنی نفتش میفروشه، پولش میذاره تو جیبش. البته مال ایران هم همین کار میکرد، نفتش میفروخت، پولش میذاره تو جیبش. ایرانی ها حتی حق نشتن برن اونجا حسابا رو رسیدگی کنن، هرچی خودشون دلشون میخواست گفتن سهم شده و شما شده مثلا یه میلیون، بفرمایید یه میلیون. از قدیمن فهرست فار این استعمار براتون بگم، بعد دونه دونه توضیح میدم کتاب علمه کجوری. قدیم اولین شکل استعمار غارت و کشتار بود. مردم این قبیله قناتشون قنات که نبود، چشمشون کم آب بود، آب علف کم بود، اونور کوه کم بود، اینور زیاد بود. اینور مردم زحمت کشیده بودن، کلی مواد غذایی، گندم، نخود، لوبیا انبار کرده بودن، کلی نمیدونم کشمش گردو انبار کرده بودن و کلی هم گوسفند و گاو و اینا داشتن. اومری ها یک دفعه حمله میکردن، اینجا مردم رو میکشتن، انبارشون رو برمیدونن میرفتن. این اولین نوع استعماره که غارت مستقیمه. بعد از این غارت های به اصطلاح حساب شده است، از روی حسابه. ببینید قبل از کوروش بسیار حکومت ها در منطقه ما بوده، اون پادشاهان سنگ نوشته هایی دارن، اون حاکمان، اون جهانگشایان منطقه‌ای سنگ نوشته هایی دارن. در یکی از این سنگ نوشته ها نوشته شده که من هیچ آدمی رو زنده نذاشتم، هیچ دیواری نذاشتم که نریخته باشه، سالم نذاشتم،
هیچ امارتی رو اونجا سالم نذاشتم، همه آدم ها رو کشتم، همه گاو و گوسفند و اینا رو انبار رو آوردم. شما اینو تو تورات هم میبینید، تو تورات هم وقتی که میان وارد سرزمینی میشن که میخواستن اونجا رو مثلا بگیرن، میگن این رفتش به این شهر، همه رو کشت، گاو و گوسفندارم کشت انداخت دور، رفت فرداش به اون شهر، به اون پادشاه فلان امر کرد، همه رو کشت، گاو و گوسفندارم کشت. بعد شهر سومی خدا گفت نه دیگه گاو و گوسفندار رو نکشید، اونا رو بیارید. همه آدما رو کشتن، اموالشون رو گرفتن، رفتن به شهر چهارم، همه گوسفند. یکی از این شهرام الان من یادم نیست، خیلی وقت پیش خوندم، یکی از این شهرام خدا گفتش که به قوم موسی، گفت شما برید دور دروازه، هر روز یه دور دور دروازه بگردید، بعد یک فریاد بکشید. روز هفتم که دور دروازه گشتید، سه تا فریاد بکشید، دروازه دیواره همه میرزه، شما میرید همه رو میکشید. و جالبه که تو اونجا میگه که یک دونه فاحشه رو بهش گفتن یک پارچه رنگی آویزون کن خونت، که ما به سردارامون بگیم که خونه این فاحشه رو خراب نکنه، این فاحشه رو نکشن. حالا نمیدونم چه جوری بوده که این بزرگان کلیمی به فاحشه ها علاقه داشتن. برحال این یک نوع غارت بود. بعد استعمار نوع دیگر شد استعمار بردهداری. آغازگر این در مقیاس وسیع یونان بود. یونانی ها معتقد بودند، معتقد، اگر شما کتاب های افلاطون، ارسطو و آموزه های سقراط رو، چون سقراط کتابی ننوشت، همش حرف زد، ولی از حرفاش رو نوشتن، دیگران نوشتن، و اینا رو اگه بخونید ببینید که اینا باورشون بر اینه که یونانی ها شایستگی حکومت بر دنیا رو دارن، آسیایی ها مردمی هستن که مغزاشون خوب کار میکنه ولی تنشون زیاد قوی نیست، اروپایی ها مردمانی هستن که تنشون قویه ولی فکرشون زیاد خوب نیست، و یونانی ها هم تن قوی دارن هم فکر خوب. فقط یونانی ها آدم های خوبی هستن، مردمان برگزیدن، بقیه مردم بربر هستن، خودشون گفتن بقیه مردم بربرن. البته بربر منظورشون از اونا یک لغت توهین‌آمیزه، در حالی که بربر یک نژادیه در شمال افریقا، یک سری هستن، یک لبای شکل خاصی دارن، موهای شکل خاصی دارن. من یادمه که توی سوئد بودیم، یه مترجمی بود، مترجم عربی بود، البته مترجم فارسی نم، مترجم عربی بود، گفت من بربرم، یه خانومی بود، گفت من بربرم، یعنی مثل این که مثلا من آریایی هم، میدونی آخه الان یه جوری هم هست که اینجوری هم آریایی هم نگه، یا مثلا من آلمانی هستم. ما توی ترکیه بودیم، میرفتیم مغازه داره، میگفتیم تو ترکی؟ میگفت نه نه، کجایی؟ من بلغاری هم. انگار مثلا ترک باشه یه اتفاق بدی میفته. میرفتیم با اون یکی میگفتیم تو بلغاری؟ میگفت نه 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 نه، من مثلا فرض کنیم که یونانی هم. با اینکه میگفتن تو یونانی، گفت نه 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 نه، من ترکم، من ترکم. هر کس که اون خانواده که به دنیا آمده فکر من اون برتر از هم هست. آقای چنگیز که به ایران حمله کرد، گفت خدا منو برگزیده تا بیام شما گناهکاران رو بکشم. خلیفه بغداد چنگیز رو تیر کرده بود که آقا اینا شیعن، اینا کافرن، برو اینا رو بکش، و فکر میکرد که این سرزمینی است که به اون دادن. هر کسی از این باورها دارد. خب پس این نوع بردهداری، بردهداری بسیار خشن و بدی بود، برای که اینا میرفتن، این نوع استعمار، اینا میرفتن یه سرزمینی میگرفتن، به مردم این سرزمین میگفتن این زمین ها و اینا همه دیگه مال ما. سلام به آقای میگه که من با من صاحب زمینم، اینا ده تا کارگرم هم. گفت تو غلط کردی، تو باید ده تا کار کرد، از فردا روی زمین کار کنی، محصول شما برمیداری. نه من کار نمی کنم. کلاق دیق دیق غمی زدن تا بمیره، تا دیگران بترسن کار کنن. این یک نوع استعمار بود. یه نوع استعمار، استعمار سنتی بود. استعمار سنتی این بود که اون افریقایی قشنگ توضیح داده بود، افریقایی گفته بود که چندین دهه قبل این اروپایی ها اومدن به کشور ما،
اینا تو دستشون انجیل بود، ما زمینامونه داشتیم. حالا که اینا اومدن تو کشور ما، حالا ما دستمون انجیل داریم، اینا زمینای ما رو دارن. این استعمار اینجوری بود که با ایدئولوژی مذهبی استعمار میکردن. با ایدئولوژی مذهبی استعمار کردن اینجوری بود که میومدن گفتن که عیسی مسیح پدر مقدس، فرزند خدا، پسر خدا، پسر مریم، این همه گناهان ما رو میبخشه. گفته که این ورت زدن، این ورت هم بگی بزنن، اگه پیرن تو خواستن کتت هم در بیار بده. آه این چه لباس چی جمعه پوچید مردم افریقا؟ این چیه لباس؟ باید قشنگ بپوشید، پیرن بپوشید، چلوار بپوشید، اینجوری غذا نخورید، این بده. بیاید دستاتون رو بشورید، ناخوناتون رو کوتاه کنید، موهاتون رو کوتاه کنید، ریشتون رو بزنید. و اگر زخمی هستید، خب ما این پرستار داریم، این پرستارا دوره‌ای دیده بودن، یه مقدار دارو میدادن، فلان میکردن، یه مقدار مریضاشون رو خوب میکردن، یه مقدار چی میکردن. بعد اون مردمی که گروه اولی که به این گروه مسیحی اروپایی برخورد میکردن، میشدن نوکر اینا، جاسوس مذهبی اینا. چون اینا مسیحی بودن، هر چی میگفتن اونا گوش میدادن، ولذا به همین ترتیب یواش یواش کشور رو میگرفتن و گفتم ما اومدیم مستعمره کنیم، این شما رو آباد کنیم. بعد آبادی از اول اینجوری بود که مثلا لباستون رو درست کنیم، غذاتون رو درست کنیم، بهتون درس بدیم، فلان کنیم. ولی در نتیجه اگر چوب دارید چوباتون رو ما میبریم، اگر محصولات گران قیمتی دارید مال ماست، اگر نمیدونم معدن طلا دارید، هرچی دارید ما اونو میگیریم، استخراج میکنیم، در صاحب اون مملکت میشدن دیگه. این استعمار سنتی بود. من فقط یه چیزم در مورد استعمار سنتی بگم که اگر شما امکان داشته باشید برید از طریق گوگل یا از هر طریقی که بهتر میدونید، برید مثلا بگید نقشه جهان رو، نقشه جغرافیای سیاسی جهان رو، یعنی سیاسی یعنی نشون میده که اینجا مستعمره کیه، جغرافیای سیاسی. جغرافیا فقط میگه اینجا کوهاش اینه، دریاهاش اینه، جنگلاش اینه، فلان. ولی وقتی بگی جغرافیای سیاسی، یعنی میگه که اینجا مصر و جزو مستعمره فرانسه است. اصل اگه بدید جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه رو ببینید، میبینید تمام کشورهای خاورمیانه و تمام کشورهای افریقا مستعمره یک کشور اروپایی هست، منهای در تمام افریقا منهای یک کشور. اونم کشوری بود که اون موقع بهش میگفتن حبشه، به پادشاه حبشه میگفتن نجاشی. نجاشی همونطور که به پادشاهان روسیه میگفتن تزار، همونطور که به مثلا پادشاهان مصر در قدیم میگفتن فرعون، اینم نجاشی به پادشاهان حبشه میگفتن نجاشی. اگر یادتون باشه یکیشون به نام هایل سلاسی، هایل سلاسی در یکی از جشن‌های ایرانی اومد به ایران و سخنران اول جلسه بود و گفتش که تاریخ رو اروپایی‌ها نوشتن. اگر تاریخ رو ما مردمان خاورمیانه یا افریقا می‌نوشتیم، یه جور دیگه می‌نوشتیم، اروپایی‌ها یه جور دیگه نوشتن. یعنی این نوشت که اروپایی‌ها به نفع خودشون نوشتن، منظورش این بود. به هر حال هایل سلاسی رو کشتن و دیگه کشور حبشه به قسمت قسمت شد. ولی تنها کشور غیر مستعمره در سر تا سر افریقا از شمال تا جنوب شرق تا غرب این همین کشور حبشه بود. چرا؟ برای که اینا از قرنهای اول عیسی اینا مسلمان این مسیحی شده بودن. یعنی مثلا این وقتی اروپایی ها اومدن اینجا گفتن مسیحی بشید، اینا گفتن شما چند سال مسیحی شدید؟ اونا گفتن مثلا ما 200 سال مسیحی شدید. گفتن مثلا ما 800 سال مسیحی، برید کشکتون رو بسابید. ولذا اون چیز نشدن، به این شکل مستعمره نشدن، بقیه شدن. تمام کشورهای خاورمیانه از اون طرف هند گرفته تا چین تا نمیدونم ترکیه، اینا همه به یک شکلی، البته ترکیه کشور عثمانی بود، ولی خب همه اینا بقیه مستعمره بودن و ایران فقط مستقل بود. البته ایرانم به ظاهر مستقل بود، اگر نه اختیارش دست انگلیس و روسیه بود. نصف مردم ایران خودشون نوکر روس میدونستن، نصف نوکر انگلیس، بعضی هاشون نوکر آلمان خودشون میدونستن. بعد یه جور دیگه استعمار ایدئولوژیکه.
مذهبی نیست دیگه، حالا ایدئولوژیکه. ایدئولوژیک به خدا کار نداره. استعمار ایدئولوژیک مثلا فرض بفهمید فراماسونری. فراماسونری یه ایدئولوژی خوب داره، اخوت، برابری، برادری. یعنی ما یه کاری باید بکنیم که هیچ آدمی گرسنه نباشه، هیچ مردی بدون غذا، بدون امکانات نباشه. شما فقیری، درآمد نداری، زن بچه‌ش گرسنه، ما کمک میکنیم، شما وضعیت خوب میشه، ولی ما هرچی میگیم گوش میدی. ما میگیم آقا شما رو میفرستیم مثلا توی مجلس، برو به فلان چیز فلان جور رأی بده. این استعمار از طریق فراماسونری بود که این کشور رو، لوژای فراماسونری کشورهای استعمارگر دنیا بودن. لوژای فراماسونری در ایران لوژا یا مربوط به بریتانیا بود یا مربوط به فرانسه بود. ببینید، خب یک مقدارم چیز بود دیگه. در زمان قاجاریه یه سری از مردم ایران، میدونید که در زمان قاجاریه یه قانونی بردن مجلس، اول یه قانونی آوردن 1907 میگفتن. در این قانون روسیه، مسکو و لندن ایران رو قسمت کرده بودن، یه قسمت شمال تحت نفوذ مسکو، قسمت جنوب تحت نفوذ لندن، یه قسمت وسط هم آزاد، هیچ کس نفوذ نداشت بشه. بعد که در شوروی انقلاب 1317 به وجود اومد، لنین اومد سر کار. لنین یکی از کارهای بسیار خوبی که کرد این بود که گفت من همه قراردادهای استعماری رو که تزارها با کشورهای هم جوار بستن، من همین قراردادها رو یک طرفه لغو میکنم. پس اون که قسمت شمال ایران تحت نفوذ موسکو، این لغو میشه. و ضمناً این کشوری مثل آذربایجان که از ایران جدا کرده بود، تزارا گر اومده بودن گرفته بودن، اینم جدا شد. البته اگر کشور ایران یک کشور قدرتمندی بود، همون موقع میگفت آقا این آذربایجان اما گرفتید، حالا که میخواید برید ازش بیرون، خب باز برمیگرده به ما دیگه، همطور ترکمنستان و ازبکستان هم برمیگرده به ما. ما با هم یک کشور بودیم، حالا که شما از اینجا میرید، خب اینا قبل از اینکه وقتی شما اینا رو گرفتید، مالی کی از کی گرفتید؟ ما گرفتید دیگه. حالا که دارید میرید، باید برگرده به ما. قرارداد گلستان و ترکمنچای لغو شده دیگه. طبق این دو تا قرارداد، این تیکا از سرزمین ما جدا شد، چسبید به مسکو. حالا که این قرارداد لغو شد، اینا هم مسکو جدا میشه، برمیگرده به ایران. منتها دولت ایران همچه ارزهایی نداشت. من براتون یه مثال از تاریخ بزنم، برمیگردم به دنباله بقیه. ببینید، زمان اردشیر بابکان، اردشیر پاپکان، خب چون پی عربا نشدن، ما به ما رو مجبور کردن بگیم بابکان، همونطور که پپسیکولا رو میگیم بیپسیکولا. البته هیچ عیب نداره دیگه، خیلی کشور انگلیسی هم جه ندارن. خب به اردشیر بابکان گفتن آقای اردشیر بابکان در استخر، بزرگترین شهر آن زمان ایران، بارون نیومده، مردم هیچی ندارن، هیچ زراعتی عمل نشده. اردشیر بابکان گفت اگر آسمان به شما بخل ورزیده و ابرش بر شما باران نباریده، بیایید ابر من بر شما باران میباره، من ابرم رو به صورت باران بر شما میبارونم تا شما ضرر نبینید. گفت درهای خزانه رو باز کردن و هر کس به نسبتی که مثلا محصولش خراب شد و پول دادن و اینا، وضعشون خوب شد. این کی بود؟ اردشیر بابکان، سرسلسله ساسانیان. برمیگردیم به آخرهای ساسانیان، آخرهاشون، پادشاه قباد. پادشاه قباد در واقع پدر انوشیروانه. این به مذهب مزدک گرویده، بهش اومدن ازش سوال میکنن، میگه که ببین من براتون یه مثال میزنم، پادشاه قباد مثال میزنم. میگه من این مثال میزنم، اگر یک کسی مار گزیده باشد، اون مار گزیده چون که مار او را گزیده رو به مرگه. اگر یک نفر پادزهر داره و این پادزهر رو نده به این مار گزیده و مار گزیده بمیره، اون مقصره.
اون خونیه، اون باید به قتل برسه. پدر جدش گفت من خزانه وا میکنم، پول میدم. این میگه نه، در انبار گندم مردم رو وا کنید بدید به مستمندان. چون مزدک اولین سوسیالیست جهانه که در زمان زندگی خودش قانون آریکو گذاشته بود به اجرا در اومد. قبل از مزدک هم خیلی ها بودن در فلسفه یونان هم اینجور چیزها رو پیش بینی کردن، ولی هیچ کدوم عملی نشده به دست خودشون. ولی چون اینجا قباد اومد به مزدک گروید، لذا در زمان خود مزدک اینا اجرا شد. یعنی در انبار مردم رو شکستن و اموال رو قسمت کردن به مردم. حتی گفتن که زنها هم میشه قسمت بشه بین مردم و مردانی که زن ندارن میتونن برن خونه بزرگان و مثلا یه کاری بکنن. خب 40 سال حکومت مزدکی طول کشید. قباد رو بزرگان، چون در اون زمان همیشه شورای سلطنت بود که شورای سلطنت میتونست پادشاه رو عزل کنه، و شورای سلطنت قباد رو عزل کرد. قباد رو انداخت به زندان، یک زندانی انداختن قباد رو که هر کس که به اون زندان می انداختن قاعدتا باید کورش میکردن، ولی طبق قانونشون. ولی چون که قباد بسیار خوش تیپ به قول معروف بود و خیلی برازنده بود و خیلی چی بود، گفتن نه این حیف کورش کنید، کورش نکردن. قباد فرار کرد، رفت به جایی پناهنده شد و از اونجا کمک گرفت، اومد دوباره پادشاه شد. این دفعه مزدک رو از خودش دور کرد و بعد البته انوشیروان همه مزدکیان رو کشت، برای که به نظر انوشیروان مزدکیان در مملکت اخلال کرده بودن. زردشت میگه که مشی و مشیانه، یعنی اون اولین مرد و زنی که خلق شدن، اینا صاحب جهانن، اینا بهشون خرد خوبی داده شد که با خردشون دنیا رو اداره کنن. اینا باید بر اساس آبادسازی، بر اساس داد، بر اساس دهشمندی و بر اساس شادزیستی زندگی کنن و به مزدا کمک کنن تا با بدی ها بجنگن، با بدی ها بجنگن. یعنی این کسی که اومده و مردم رو به این شکل به خودش نزدیک کرده که به اتفاق اینا میره در انبارهای مردم وا میکنه، اموالشون رو قسمت میکنه، به زناشون احتمالا دست رازی میشه، این نیروی اهریمنیه. برای که این سازندگی نمیکنه، این ضد آبادسازی. یکی دیگه آبادسازی کرده، این میره اموالش غارت میکنه. پس بعد اینو کشت و کشتن. حالا من قاضی نیستم ولی به هر حال اونجوری قضاوت کردم و کشتنش، یارانش رو خودشو کشتن. و بعضی ها فکر میکنن که انوشیروان آدم ظالمی بود. خب اگر فرض کنیم که یک گرگ گرسنه اومده تو ده، گله گرگای گرسنه اومدن تو ده دارن بچه های مردم میگیرن تیکه تیکه میکنن، خب باید کشت اینا رو بگیم. نمیشه که بگیم آقا این ور زدی این ورم بزن، این بچه همه خوردی بیا این بچه همه بخور. چون که نظم زندگی رو در زمان هخامنشی، در زمان ساسانی هم بین بردن. حالا این دوتا نمونه، اردشیر بابکان گفت من به شما ابر خودم را میبارم، مزدک گفت خونه های مردم واز کنید، حالا آقای احمدشاه قاجار چکام کنه؟ آقای احمدشاه قاجار گندما رو میخره، جمع میکنه تا کم بشه گندم در بازار و گرون بشه، بعد وقت میفروشه. بعد میان، اینی که من میگم براتون واقعا اتفاق افتاده، یک عده تاجر بازار خیر پول جمع کردن، گفتن این مقدار پول جمع کنیم بریم گندم بخریم، یه مقدار نون مجانی به اینا که دارن از گرسنگی میمیرن بهشون نون مجانی بدیم. رفتن این کاری کردن، گفتن خب، گفتن کی گندم داره؟ گفتن احمدشا گندم داره. رفتن با پیشکار احمدشا، گفتن خب گندم مثلا خرواری چند؟ فرض کنید که گفت خرواری مثلا 3 دلار. گفتم باشه، مثلا ما 100 خروار خریدیم، اینم پولش حاضر بدیم. پیشکار رفت پلو احمدشاه، اومد گفت نه، احمدشاه گفتن که خرواری 4 دلار. اینا مشورت کردن، گفتن باشه خروار 4 دلار. دوباره پیشکار رفت گفت میگه خرواری 5 دلار، کمتر نمیدم، اگه میخواد خروار 5 دلار پولشو بدید ببرید. اینا پولشو تا نرفتن. ببینید 3 تا پادشاه رو با هم مقایسه کنید. حالا پس استعمار ایدئولوژیک این شد که از طریق
نمیدونم سوسیالیسم جهانی یا از طریق اینکه دولت انگلیس بسیار خوبه اگر ایرانی ها جزء انگلیس بشن وضعشون بهتر میشه نوکر انگلیس شدن، یا مثلا فرض کنیم که از طریق فراماسونری بیایم یک کشور رو تحت سلطه یک کشور دیگری قرار بدیم. اما امروز یک استعماری هست به نام میگن استعمار فرانوینی. استعمار فرانوینی دیگه آدمایی نیستن که کشوری نیست که کشور رو استعمار کنه، بلکه سرمایه دارای چند ملیتی هستن که همه دنیا رو به سلطه میکشن. یعنی انگلیس و فرانسه و امریکا نیستن که مثلا ایران و عراق و مصر رو استعمار میکنن، نه، اون شرکت های چند ملیتی امریکا و فرانسه و انگلیس و ایران و عراق رو استعمار میکنن و منافعشون میگیرن. اینا برای که به منظور خودشون، مثلا ببینید مثال میزنم براتون که چجوریه. فرض کنید که یه زمانی یه نفر میگه که آقا من لباس ورزشی فلان مارک میخوام روش نوشته باشه Made in America، Made in USA. میگن باشه این لباس Made in USA مثلا 20% گرونتر از اونی که روش نوشته Made in سنگاپور یا Made in بنگلادش. یارو میگه باشه من 20 دلار بیشتر میدم برای که این Made in USA رو تنم بکنم. این ارتباط با سرزمینش داره، ارتباط با میهنش داره. یه زمانی آقای دکتر مصدق گفتش که بیایم هممون لباس کازرونی اصفهان بپوشیم، نگفت کازرونی اصفهان، گفت لباس ایرانی بپوشیم. خب همه لباس ایرانی پوشیدن، بسیار هم پارچه بافی در ایران پیشرفت کرد و نتیجهش این شد که بعدن پارچه های ایران به خارج صادر میشون. این یه نوع ملیت دوستیه، این استعمار فرانوینی میخواد با ملیت مبارزه کنه. امریکایی رو هم به همون نسبت استعمار میکنه که ایرانی رو استعمار میکنه. اینا میان چیکار میکنن؟ مثلا فرض کنیم که فلان لباس ورزشی رو که این مارکی از مردم دوست دارن میخوان اون مارک ببوشن رو لباسشون اون مارک باشه، اینو میبرن مثلا تو بنگلادش درست میکنن. چرا میبرن تو بنگلادش؟ برای که بنگلادش مزد کارگر کمه، محیط کار ارزونه، چون بازرسی نیست، مثلا شرایط محیط کاری نیست. مثلا فرض کنیم که شما در یه ساختمون مثلا 5 طبقه میرین، تو هر طبقه 50 نفر میشینین کار کردن، خب در نتیجه ساختمون یه دفعه خراب میشه همه میمیرن دیگه. ولی در امریکا باشه خب اینی میرن رسیدگی میکنن، اجازه نمیدن، همه چیز اکوپنسی داره. شما توی رستوران نوشته اکوپنسی این رستوران، یعنی حد اکثری که میتونه این تو بشینن 45 نفره. یارو 50 نفر بشینه، پلیس میاد همه رو بیرون میکنه، آتش نشانی میاد همه رو بیرون میکنه. یه نظمی، یه قاعده ای داره. در بنگلادش این قاعده نیست. اگرم قاعده باشه بفرمایید جناب سروان، این حتما بعدن خدمت درستش میکنه، بفرمایید. اینجوری مثل مثلا ایران هم کم و بیش همینطوریه دیگه. پس در نتیجه اونجا نه بیمه ای هست، نه حداقل دستمزدی هست، نه قانونی هست. پس در نتیجه هزینه کار خیلی کمتر از امریکا در میاد، هزینه کار کمتر از مثلا فرض کنیم که اروپا در میاد، لذا اونجا این کار رو میکنن. وقتی اونجا اینو درست کردن ارزون تر میشه. حالا جلوشون چی وایساده؟ جلوشون مانع، جلوی کار اونا چیه؟ مانع کار اون میهن‌پرستیه. میهن‌پرستی هر کشوری باشه، میهن‌پرستی یه وقت اغراق‌آمیزه، بسیار بده، ولی اون حد منطقیش بسیار خوبه. یک اغراق‌آمیزش اینه که ما بگیم ما ایرانی هستیم، بگیم ایران برتر از همه، هر جا نژاد آریا، آریا برتر از همه، این میشه اغراق گفتن. اما بگیم ما ایرانی، ما افتخار میکنیم به سرزمین اون، ما افتخار میکنیم به کوروش، افتخار میکنیم به فردوسی، افتخار میکنیم به حافظ، افتخار میکنیم به خانم مریم میرزاخانی که تنها زنی بودن که جایزه ریاضی رو گرفتن و امروز این موفقیت دیگه پیدا کردن تو یه دونه کمیته که تا حالا هیچ زن ایرانی، هیچ اصلا ایرانی اونجا نبوده، عضو شدن و باعث افتخارن. ما افتخار میکنیم که توی کاخ سفید
چهار تا خانم ایرانی همه کارن اونجا، نوروز رو میگیرن، هفسین میچینن و غذاهای ایرانی اونجا، باقالی پلو فلان، اندی و شینی میرن در جشن نوروزی برای مهمان ها آواز میخونن. خب این افتخارآمیزه. اما دوست من میگفتش که یه دوستی داشتم ایران بودیم، اهل آذربایجان بود، میگفت رفتم استانبول با دوستم رفتیم پارچه فاستونی انگلیسی بخریم. اون زمان رسم بود پارچه میخریدن میبردن میدادن خیاط میدوخت، کسی پارچه دوخته کچلواری نمیپوشید اون موقع. پارچه های دوخته کچلواری توی مثلا بابا همایون میفروختن، چند تا مغازه بود، معمولا ترونی ها نمیخریدن. بعدن این جنرال مود اولین بار اومد توی لاله‌زار، تو کوچه برلین، آره کوچه برلین، تو کوچه برلین این فروشگاه رو باز کرد. اون اولین بار دیگه مردم دیدن ای کوچلوار زود. اینها رو بگذاریم. اون دوست من میگفتش که من وقتی این پارچه های فاسونی رو دیدم گوشش نوشته مید این ترکیه. به دوستم که اونم آذری بود به ترکی گفتم ببین ما اومدیم فاسونی انگلیسی بخریم، این زیرش این آورده فاسونی ترکی به من میده. گفت اون مغازه‌دار اون توپ پارچه و اینا رو از دست من با خشم گرفت، کشید گرفت، گفت انگلیس غلط کرده بتونه مثل ترکیه فاسونی بدوزه. بعد خود دوست ما میگفتش که اون زمان گفت تو ترکیه میگفتن اگر امریکایی اجازه بده ما دو روزه میریم مسکو رو میگیریم. ببینید این نوع میهن‌پرستی کاذبه. این نوع میهن‌پرستی همونطوریست که ما میگیم ایران آریایی آریایی و شاهمون گول زدیم بهش گفتیم آریامر، در حالی که ما در کشورمون شاید 1.5 میلیون عرب تو خوزستان داریم که خب این عربان سامیان. البته ببینید خوزستان جمعیت بومیش، اول از خوزستان یک استانی است که بیشتر جمعیتش غیر بومیان. بلدین شرکت نفت و تاسیسات وابسته شرکت نفت اومدن از اصفهان و شیراز و از جای مختلف اومدن اونجا ساکن اونجا شدن، آبادانی شدن، اونجا ازدواج کردن، بچه داریم به دنیا اومدن، میگن آبادانی ما، ولی اصلیتشون آبادانی نیست، اصلیتشون اوازی خرمشهری نیست. اما اونایی که بومی اونجا هستن دو گروه هن. یکی خوزی هن. خوزی یعنی خوزستانی، از درازای تاریخ خوزستانی ایرانی بوده. اما یه مش عرب مهاجرت کردن به اینا. ممکن اونایی که اونجا عربی حرف میزنن بعضی هاشون ایرانی تبار باشن، اونایی که خوزی هن، بعضی هاشون ایرانی تبار هم نباشن. به هر حال اونا خودشون ایرانی میدونن، مگر اینکه بهشون یه پولی بدن از طرف نمیدونم یه کشور عربستان سعودی یا جایی که بگن تو این پول بگیر، به یه دم پول بده، مهمونی بده، چلکه ها بده، غذا بده، برای کادو بخر، فلان خر، یه در به خود جذب کن، کام بگیم ما عربیم، اینجا عربستان است. آقای یاسر عرفات اومده بود اوایل انقلاب ایران، رفته بود توی خوزستان توی شهری سخنرانی کنه با شعار فلان اینجا عربستان است. حالا تو خاک ایران اومده مهمون ایران میگه. آقای تیمسار مدنی، تیمسار مدنی مرد بزرگی بود، آخرین روزای مرگش به من یک نامه نوشت می‌نوی این چنگار یعنی سرطان، چنگاری که به جان من افتاده به من امان نمیده که زنده بمونم و یه چنگارم توی کشور من افتاده اونم زندگی سخته. نه 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 بدن نه اونم زندگی سخته و اون چنگار اونم بر ایران افتاده، ایران رو داره بین ببره. بعد میگفتش که من میخوام از این جزیره‌ای که هستم به جزیره های دیگه پلهایی بزنم. میدونی منظورش بود؟ یعنی اینکه من که رهبر جبهه ملی شدم، تیمسار دکتر دریادار مدنی رو میگم، من که رهبر جبهه ملی شدم میخوام با کمونیستا، با پادشاهی طلبان، با گروه های دیگه ملی مذهبی، با اینا ارتباط برقرار کنم که با هم یکی بشیم. شاید اگر زنده میمون شاید یه کاری میکرد، چون مرد بزرگی بود. من هیچ وقت نزدیک ندیدمش، ولی تو ایران
وقتی ایشون و آقای بنی صدر رقیب انتخاباتی در اولین انتخابات رئیس جمهور شدن، من رفتم دفتر تیمسار مدنی، توی خیابونی بود که توی شارزای خیابونی بود که موازی خیابون فردوسی بود، یه خانم باریکتر الان اسمش یادم نیست، اونجا طبقه دوم یه دفتری داشت، می‌رفتیم عکساش می‌گرفتیم، خودشم اونجا ندیدم ولی دوستانشون دیدم. به هر حال ایشون یاسر عرفات وقتی گفت اینجا خوزه، اینجا عربستان است، گفت برید دست گرفتن، گفتن پایین اومدن، گفت مرسی که اینجا ایران است، برو جمع کن بساطو، گفت آقا من مهمون آقای خمینی ام، گفت هر کی میخواد باش. بله به هر حال میخواستم بکشنش بیچاره رو، از ایران اومد بیرون. خب من به پایان برنامه هم رسیدم. درباره این انواع استعمار اگه لازم بود که دفعه دیگه بیشتر توضیح میدم. آره یه نوشته ایرم از کتاب نگاهی به شاه در آورده بودم که براتون بخونم که از نزدیک آشنا بشید که این چه جوریه. حالا اون حتما دفعه دیگه میخونم براتون. من اینجا من هر چی که برای شما میگم اینجا مینویسم. علت اینکه مینویسم اینه که چون من در چندین رسانه کار میکنم، میترسم دفعه دیگه مثلا مطالبی که دفعه پیش گفتم تکرار کنم. اینجا بنویسم از کتاب نگاهی به شاه خوانده شود. خب بسیار متشکرم یه بار دیگه از آقای پارسا سربی که در اتاق فرمان در واشنگتن برنامه کارگردانی فنی میکنن، از شما خانم عزیز آقای عزیز که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. امیدوارم که دفعات بعد یه لطف کنید، یه زنگی هم بزنید به ما بگید آقا خیلی بی خود میگی، یا مثلا اینجاش اشتباه کردی، یا اینجاش خوب گفتی دیگه. به هر حال میگن مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد. خب اگر هیچ واکنشی نباشه آدم شک میکنه که با کی داره حرف میزنه. یه بار دیگه از همه شما عزیزان تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم، و از آقای سربیام همینطور، و همه ایرانیان خوب رو براشون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.